به نام دادار دادستان بنده بارها گفتم فرهنگ مثل حکاکی روی سنگ میمونه عادتها ارزشها و باورهای یک ملت رو اگه از در بیرون کنید از پنجره وارد میشه اگه هزار نفر از مردم انگلستان رو ببرید مریخ بعد از چند سال کشوری مثل انگلستان اونجا میسازن و اگر هزار نفر ایرانی رو ببرید اونجا کشوری مثل ایران رو با همین فرهنگ اونجا میسازن یک حکومت وقتی میتونه مبتنی بر دموکراسی باشه و دوام بیاره که قبل از اون شهروندان اون مملکت راه و رسم دموکراتیک رو در مناسبات بین خودشون نهادینه کنن مردمی که به داشتن ارباب عادت کردن به آسونی نمیذارن نظام اربابی از بین بره اگه اونها رو از قشریگری و تعصب آزاد کنیم ظرف مدت کوتاهی تعصبات جدیدی خلق میکنن این تعصبات ممکنه مثل مدهای فرانسوی عوض بشن چه فرقی میکنه طرف شاه پرست باشه یا مردم پرست خاتمی پرست باشه یا ولایت پرست تمام اپوزیسیونی که تیغ بر هم میکشند برهانی آشکار بر اینه که آدمیان با افتادن به دام شهوت و تعصب تا چه حد میتونن کور و دیوانه بشن فقدان اخلاق و عدم درک درست از روابط دموکراتیک باعث شده که اپوزیسیون تبدیل به عرصه فعالیت سیاست چیانی بشه که مبالغ هنگفتی از پولی رو که کشورهای غربی برای ترویج و گسترش دموکراسی در ایران اختصاص دادن به سود خود بالا بکشن در این فضای تیره و تار که هر کس به فکر گرفتن ماهی از آب گلالوده هیچ ثباتی در اعتلافهای مزهکشون دیده نمیشه نفوذ میرزاهای اصلاح طلب به درون کانونهای اپوزیسیون اون هم با حمایت مالی و رسانهای گسترده فعالیت سیاسی رو تا سرحد یک امکان برای کسب پول و امتیاز تنزل داده در حقیقت سیاست تبدیل به ابزار هوسبازان تمعکار برای رسیدن به اهدافشون شده میرزاهای اصلاح طلب که با ورشکستگی و افول قدرتشون در نظام مواجه شدند از پنجره وارد محافل اپوزیسیون شدند و با تشکیل گروه ها و جمعیت های بیخاصیت جایگاه رفیع آزادیخواهان واقعی رو اشغال کردند و با زد و بند و تقلب اپوزیسیون رو به واپسگرایی و ارتجاع سوق دادند. شما ببینید طرف خودش جبهه ملی و کانون حقوق بشر میدونه خودشو به مرحوم دکتر مصدق میچسبونه به مدت پنج سال یک نفر را که شغلش فروش سیدی مستحجن بوده جرمش تجاوز بوده و از همه بدتر دیپلم ردی بوده به عنوان رئیس شاخه جوانان جبهه ملی به خورد مردم داده چرا؟ چون فلانی خواهرزادی فلان ام کلسون بوده که چون حرفی برای گفتن نداره حقوق بشر رو به لجن کشیده این فقط مش نمونه خرواره که افرادی که حرفی برای گفتن ندارن چطور سیاست رو ابزار حقه بازی خودشون کرد